آدم هایی که به جای قلب آتش در سینه دارند اهل یک جا ماندن نیست. مثل نسیم در هر کوی و برزن می پیچند و آنجا جان می دهند و می گذرند. سخن از کابول، کابول، کابولی که نامش می گیرم قلبم پاره می شود. کابول عزیز، کابولی که اسمش ترانه زندگی ما بود، کابولی که آوای شعرای آن، نویسندگان آن، ادبای آن، علما و سروران دینی من، فریادگری حق و حقیقت بود. سخن از کابول، از کجای کابول؟ از افشار، افشاری که دخترانش را پراگنده کردند، فرزندانش را چون مرغ بساتین سر بریدن، گاوان شکم ماره به گلزارش چریدن، گرگنز پی یوسف یغیارش دمیدن، دست بسته به بازارش بردند و فروختند و آمخز فروشند و بیغاز خریدارش کردن. افشار زندگی نامه سردار رشید شهید ابوذر غزنوی. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان و سلسله معرفی سرداران سرافراز قوم و نام آوران بیریا و گمنام هزارستان بزرگ. این بار نوبت رسیده به سردار سرافراز هزارستان بزرگ، فرمانده بیباک و بیریا، شهید ابوذر غزنوی، یکی از یاران پاکباز رهبری شهید بابا مزار رحمت الله علیه. با ما همراه باشید. این ویدیو و ویدیوهای دیگر ما را حتما لایک نموده با دوستانتان هم شیر و شریک کنید و اگر چینل نوای هزارستان را تا حالا سابسکرایب نکرده اید همین حالا سابسکرایب نمایید تا از تاریخ سرفرازی های سربداران هزارستان بزرگ آگاه شوید و بیشتر بدانید. شهید ابوذر در سال 1336 هجری شمسی در قریه سبز سنگ پاتوی ولسوالی جاغوری چشم به جهان گشود. پدرش چمن علی که به خاطر پاکی و صداقت به قاضی مشهور است، فرزند امیر محمد یکی از مؤسفیدان منطقه است. شهید ابوذر بعد از تحصیلات ابتدایی برای ادامه تحصیل به مدرسه تفخص جاغوری رفت. مدت 3 ماه نزد آقایان اکبری و فصیحی تلمذ نمود. در سال 1351 وارد مدرسه حدقل جاغوری گردید. طی 2 سال سیوتی، حاشیه و معالم را از مرحوم استاد قربان علی وحیدی رحمت الله و شهید استاد رمضان علی شریفی، استاد توسلی و عظیمی فرا گرفت. در سال 1353 در امتحانات سالانه مدرسه محمدیه کابل شرکت کرد و با نمرات عالی پذیرفته شد. در مدرسه مذکور متول جلدین لمعه و اصولین مظفر را خواند و مشغول به خواندن رسایل و مکاسب شیخ بود که کودتای 7 ثور 1357 به وقوع پیوست و پرونده درس او را برای همیشه بست. شهید ابوذر اهل مطالعه و تحقیق بود. گاهی با بزرگان علم و معرفت به شدت بحث میکرد. موضوعات مورد مطالعه‌اش تاریخ، شعر، ادبیات و غیره بود. به مولوی، فردوسی، بیرونی، اقبال لاهوری و غیره علاقه زیادی داشت و گاه گاهی با صدای رسا و بلندش اشعاری از شاهنامه فردوسی می‌خواند و گاه اشعار عرفانی مولانا را به زمزمه می‌نشست.
طلبه، دانشجو و هر کسی که اندک سوادی داشت مورد احترام وی بود. با تجاوز نیروهای شوروی سابق در افغانستان، مبارزات چریکی و مسلحانه او آغاز گشت و در فرایند جهاد و مبارزه حماسه ها آفرید. هیبت فرماندهی او را هیچگاه از هدفی که برگزیده بود غافل نساخت و همیشه با احترام از قماندانان و سرداران جهادی یاد و تشکر میکرد و میگفت: از سرداران جهادی، از قماندانان و عیاران انقلابی، از کسانی که مسئولیت سنگین جهاد و مقاومت را بر دوش کشیده اند، کوه به کوه، سنگ به سنگ، دمن به دمن رفتن، زحمت کشیدن، حماسه ها آفریدند و امنیت را برای مردم فراهم نمودند، تشکر میکنند. او با اراده پولادین مجاهدین را در نبردها و مبارزات حق طلبانه همراهی میکرد. جسور بود و از هیچ کس جز خدا باکی نداشت. او در تمام صحنه های نبرد در یک دست کتاب و در دست دیگر تفنگ داشت و علم و شجاعت را در پرتو سیره علوی با هم درآمیخته بود. شهید ابوذر بعد از انحلال احزاب کوچک سیاسی و تشکیل حزب وحدت اسلامی همچون پروانه عاشق دور شمع اهداف آرمان‌های مردم خیش می‌سوخت و حضور عاشقانه در صحنه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی داشت. او شب و روز نمی‌گفت، یا در میدان نبرد بود و یا در کنج اتاق تاریک مشغول مطالعه و تحقیق تا شاید راهی برای تحقق اهداف و آرمان‌های هزاره‌های مظلوم پیدا کند. گاه به گذشته مردم خیش می‌نگریست و گاه گوشه چشمی به آینده می‌افکند و راهی را می‌پیمود که تابلوی راهنمای آن عدالت اجتماعی بود. وی بارها از اهداف و آرمان‌های محدود احزاب کوچک سیاسی مینالید و آنان را در مسیر مطالبه حقوق اساسی هزاره‌ها ناتوان می‌دید و می‌گفت: تجربه انقلابی به ما یاد داد که احزاب کوچک سیاسی، کمیته‌ها و حلقه‌های کوچک محلی که بر اساس اهداف و آرمان‌های محدود شکل گرفته‌اند، باید به یک وحدت همه‌جانبه برسند و وحدت فراگیر ملی مبتنی بر معیارهای اسلامی به وجود آورند، زیرا وحدت حقوق سیاسی و مدنی را تضمین می‌کند. توقع عبودیت و بردگی را از گردن ملت برمی‌دارد و عدالت اجتماعی را در لحظه لحظه زمان و آینده کشور تضمین می‌نماید. بعد از شکل گیری حزب وحدت و مطالبه حقوق ملیت‌های محروم افغانستان، شهید ابوذر می‌گفت: ما افتخار می‌کنیم که حزب وحدت حزب پیشاهنگی است که علمبردار عدالت اجتماعی و تأمین حقوق سیاسی و مدنی ملیت‌های محکوم در کشور است. او استراتژی اصلی حزب وحدت را در چهار اصل می‌دانست: تأمین حقوق سیاسی و مدنی ملیت‌های محروم و خصوص مردم هزاره، رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی، تغییر واحدهای اداری و تصمیم مساعی مشترک در قبال افغانستان. او به خوبی دریافته بود که حق گرفتنی است و برای گرفتن حق باید تاوان زیادی پرداخت نمود. بدین جهت بود که شهید ابوذر هیچگاه نگفت: مرا چی به تفنگ به دست گرفتند. دیده بود که سرزمینش اشغال شده است. لحظه آرام نمی گرفت. اگر تپه تپه و وادی وادی هزارجات، شمال، جنوب، کابل و سایر ساحات افغانستان زبان داشت، از حماسه های او سخن می گفت. او درباره کسانی که در برابر مردم خود احساس مسئولیت نمی کرد، این سروده علی معلم را به خوانش می گرفت: چون بیوگان ننگ سلامت مان بر ما، تاوان این خون تا قیامت مان بر ما. او در آخرین روزهای زندگیش از مظلومیت غرب کابل، یتیمان افشار، بازار سوخته چنداول و غیره فریاد می‌زد. آن روز چه غریب می‌نمود. خیلی ها غرب کابل را با غروبش می شناسند. غروب که می شود، سرخی آسمان جای خورشید را می گیرد. آدم انگار دیوانه می شود. انگار یک عالم حقیقت، یک عالم ذکر، یک عالم صدا و ناله در برابر دیدگان هویدا می گردد. عشق در دل برخی ها طور دیگری ریشه می دواند. آدم می ماند در کار آنان که از کجا به این عشق و صفای دل رسیده است. ابوذر آتش عشق خدا در سینه داشت و خود را محو تماشای رخ یار می انگاشت و همیشه فریاد می زد: برخیز جانا، وقت اسار است برخیز، برخیز وقت خشم و فریاد است برخیز، برخیز و اندر جبهه های خون گذر کن، در راه آزادی به خون خفتن چیزی باز، برخیز وقت رزم و پیکار است برخیز، هنگام مرگ خصم شیاد است برخیز، قلب تجاوز پیشگان را پرشرر کن، با لاله ها رازی درون گفتن چیزی باز. آدم هایی که به جای قلب آتش در سینه دارند، اهل یک جا ماندن نیست. مثل نسیم در هر کوی و برزن می پیچند، به آنجا جان می دهند و می گذرند. شهید ابوذر با پیروی از ابوذر غفاری، صحابه بزرگ رسول خدا که او هم همچون نسیم بود، حتی سبکتر از نسیم، رفت با میان مزار اروزگان وجب وجب سرزمین هزارستان. روح ناآرام او نمی توانست در بطلاق سکون و سکوت قرار گیرد و در برابر سرنوشت غمبار مردمش آرام بگیرد.
تن به زندگی آرام و راحت بیاساید. او آنچنان با دریای خروشان مقاومت مسلحانه مردم خیش پیوند خورده بود، راه غربی کابل را در پیش گرفته تا در کنار رهبر شهید مرهمی باشد بر دل کودکان غم گرفته و داغ دیده افشار. مقاومت غربی کابل و ایجاد جبهه عدالت خواهی به رهبری مزاری شهید در تداوم همان خونهای پاک ریخته شده در دامن تاریخ است و نماد سرخ و جاودانه امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا. شهید ابوذر تمام حرفش این بود: علمی را که حابل مظلوم بر دوش کشید و حسین مقتول ادامه داد، حال بر دوش تو ملت پابر گرسنه و مظلوم در حال حرکت و اهتزاز است. حال کربلا را مپندار که شهرست میان شهرها و نامست در میان نامها. نه، کربلا حرم حق است. هر شهید کربلایی دارد و برای ما کربلا بیش از آن که یک شهر باشد یک افق است. شهید ابوذر در آخرین سخنرانی در زادگاهش تراژدی افشار و چنداول را همگام با تراژدی کربلا میداند و با صدایی گرفته و با چشمان اشکالود فریاد میزند: ای حسین عزیز، ای زینب بزرگ، ما در ادامه قیام شما قتل عام شده ایم. دختران ما به اسارت رفتند، فرزندان ما را سر بریدند، جوانان ما را دست بسته قتل عام کردند. حادثه افشار بر شعله های آتشی که در سینه شهید ابوذر شعله ور بود افزود و بارها تکرار می کرد: از کدامین درد بنالیم و از کدامین رنج شکایت کنیم؟ او که از حادثه غرب کابل بسیار متاثر گردیده بود، چنان فریاد اندوه سر می داد که انگار قلبش پاره می شود. کابل که نامش می گیرم قلبم پاره می شود. کابل عزیز، کابلی که اسمش ترانه زندگی ما بود، کابلی که آوای شعرای آن، نویسندگان آن، ادبای آن و علما و سروران دینی من فریادگری حق و حقیقت بود. سخن از کابل. از کجای کابل؟ از افشار، افشاری که دخترانش را پراگنده کردن، فرزندانش را چون مرغ مساطین سر بریدن، گاوان شکمباره به گلزارش چریدن، گرگنز پی یوسف یغیارش دمیدن، دست بسته به بازارش بردند و فروختند و آمخز فروشند و دیغاز خریدارش کردن. افشار، افشار تاریخی خروشان، افشار مو بیچهی پشمی نپوشان، ای افشار مو بیچهی پشمی نپوشان، افشار مو زخمی شمچه بیراری، افشار مو قیصهی سنگت خروشان، ای افشار مو قیصهی سنگت خروشان. شهید ابوذر فریاد مظلومیت مزاری بزرگ را بیشتر درک می‌کرد و در سخت‌ترین شرایط در کنار رهبری شهید باقی ماند و در جنگ‌هایی که بر مردم ما تحمیل گردید حضور فعال داشت. او جنگ‌های تحمیلی را که به جرم هزاره بودن، شیعه بودن و حق خواستن مردم ما تحمیل شده بود، چنان وحشتناک توصیف می‌کند که نمی‌توان آن را با شعر، با داستان، با خطابه، با قصه و افسانه تفسیر کرد. شهید ابوذر بعد از حادثه افشار و فرمان رهبری شهید به غزنی رفت و همگام با صدها جوان سلحشور و برومند غزنی که با سخنان گیرا و آتشین وی به دریای خروشان جبهه مقاومت پیوسته بودند، راهی کابل گردیدند و تا آخرین نفس در کنار رهبری شهید ماند و با رهبری شهید از رودبار معشوق سیراب گشته و آتش عشقی که در سینه داشت با وصال به معشوق خاموش گردید. نام مزاری و نام ابوذر و نام سایر شهدای جبهه مقاومت هیچگاه از دل تاریخ فراموش نمی شود و همیشه در قلب تاریخ می تپند و همچون ستاره درخشان در قلب تپنده تاریخ مردم خیش می درخشند. یاد همه شهدای مظلوم و گمنام افغانستان و شهدای جبهه مقاومت، به خصوص شهید مزاری بزرگ، شهید ابوذر قهرمان، شهید اخلاصی، شهید ابراهیمی، شهید سید علی علوی، شهید حاجی جان محمد ترکمنی و شهید عباس لومانی را گرامی می‌داریم. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.